اگه دقت کرده باشید هر بار که توی ایران بازار دلار، سکه، سهام، رمزارز و بازار دیگه دوچار نوسان میشن یه جمعیتی سود میکنن و یه جمعیت بزرگتری کلی ضرر میکنن. اونایی که کلی ضرر میکنن یک یا چند تا از این پنج باور اشتباهو دارن. همین هستم از گروه ویترای و همونطور که معلومه تو این ویدیو پنج باور اشتباه در سرمایه گذاری از دید رو نام میبریم این ویدیو بر اساس مصاحبه های وارن بافت و بررسی های مارکتایر ساخته شده و احتمال ضرر کردن شما رو تا حد خیلی زیادی کاهش میده نخستین باور اشتباه باور به پیشبینیه فرض کنید سرما خوردید و میرید پیش دکتر دکتر بر اساس مشاهداتش میگه شما سرما خوردید و یه سری دارو میده و میگه بعد از حدود دو هفته حالتون خوب میشه اگه بعد از دو هفته خوب بشی چی فکر میکنید با خودتون آیا میگید که اون دکتر قدرت پیشگویی داشته یا میگید که مثلا از یه منبع سری اطلاعات گرفته چیزی که دکتر به شما گفته در واقع یک رویداد با احتمال بالا بر اساس شواهد بوده مثلا الان وسط شهریور 1402 و ما میگیم که در 6 ماهه دوم بازارهای ایران دچار تورم میشن این یک پیش بینی نیست بلکه یک رویداد با احتمال بالا بر اساس شواهده حالا کدوم شواهد نرخ رشد پای پولی ایران رکورد 40 ساله رو شیکونده و به 42 درصد رسیده میزان خروج سرمایه از کشور در سال 1401 یک برابر میانگین خروج سرمایه تو کل دهه 90 بوده به علاوه اون مسلس معروف نون لبنیات بنزین کسری بودجه دولت و کلی شواهد دیگه در نتیجه افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیره برای اطلاعات بیشتر درباره بحران ها و انواع نوسانات میتونید خلاصه کتاب قوی سیاه نوشته نسیم طالب رو تماشا کنید تو اون ویدیو به شکل کاملا حرفه ای همه چی رو توضیح دادیم و لینکش هم توی کامنت ها پین کردیم دومین باور اشتباه باور 100 درصد پیش بینی شرکت هاست یعنی طرف با خودش میگه اگه من نمیتونم بازار رو پیش بینی کنم شاید فلان شرکتی یا فلان شخص بتونه این کارو بکنه در حالی که چیزی به نام پیش بینی اصلا ممکن نیست مثلا صندوق طلای لوتوس بزرگترین صندوق طلای کشور در بازار سهامه که کلی منابع اطلاعاتی قوی داره ولی اگه تاریخچه معاملاتش رو نگاه بکنید عملکرد خیلی از سرمایه گذاران خورد از صندوق لوتوس بهتر بوده دلیلش اینه که حتی بزرگترین صندوق طلای کشور هم نمیتونه بازار رو پیش بینی کنه سومین باور اشتباه باور به اطلاعات داخلیه توی مشاوره همون کلی مورد داشتیم که طرف گفته یکی از دوستاش توی سایپا یا مثلا ایران خودرو کار میکنن و بهش گفتن که به زودی قرار سهام مثلا ایران خودرو چند برابر قیمتش بعد طرف رفته اون سهمو خریده و کلی هم ضرر کرده کلا به اطلاعات داخلی اعتماد نکنید بعدی باور به تنوع زیاد در سرمایه گذاریه ایجاد تنوع در سرمایه گذاری برای جلوگیری از زیانه یعنی مثلا اگه تمام سرمایه شما تو بازار سهام باشه با سقوط بازار سهام دچار ضرر زیادی میشید ولی اگه سرمایهتون بین بازارهای سهام طلا و مثلا زمین پخش شده باشه در صورت سقوط بازار سهام کمتر ضرر میکنید ولی در صورت افزایش شدید قیمت سهام هم از حالت اول کمتر سود میکنید درستش اینه که سرمایهتون رو بین اون دو تا بازاری که میتونن از تورم جلو بزنن پخش کنید ولی افراد زیادی تو هر بازاری که بتونن ورود میکنن و اونقدر تنوع سرمایهشون رو زیاد میکنن که در بهترین حالت فقط میتونن با تورم پیش برن ولی نمیتونن ازش جلو بزنن چون همزمان که مثلا نصف دارایشون داره از تورم جلو میزنه نصف دیگه دارایشون از تورم عقب میمونه آخرین باور باور به ریسک زیاده متاسفانه افراد خیلی زیادی باور دارن که هرچی بیشتر ریسک کنن سود بیشتری میتونن به دست بیارن در حالی که همیشه هم اینجوری نیست مثلا یه زمانی من هر جا که میرفتم همه از خوب بودن رمزرز لونا میگفتن چند وقت بعدش رمزرز لونا عملا نابود شد برای همینه که رابرت کیوساکی با حدود 100 میلیون دلار دارایی فقط 5 تا بیت کوین داره یعنی کیوساکی فقط 13 صدم درصد از سرمایش رو به بیت کوین اختصاص داده یا مثلا دونالد ترامپ با 2 دو میلیارد و 600 میلیون دلار ثروت کمتر از 500 هزار دلار اتریوم داره که میشه کمتر از دو صدم درصد ثروتش برای اطلاعات بیشتر درباره آینده رمزارزها و پروژه های آینده بلاک چین میتونید خلاصه کتاب حباب یا انقلاب رو تماشا بکنید که لینکش رو توی کامنت ها پین کردیم خب محض یادآوری یه بار دیگه این پنج تا باور رو میگیم خدمتتون باور به پیش بینی باور به پیش بینی شرکت ها باور به اطلاعات داخلی باور به تنوع زیاد در سرمایه گذاری و باور به ریسک زیاد توی کامنت ها بهمون درباره تجربیات سرمایه گذاریتون بگید اگه تونستیم چیز جدیدی بهتون یاد بدیم این ویدیو رو به دوستتون نشون بدید تا اونا چیز جدید یاد بگیرم و مرسی تا اینجا با ما بودید